بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه تیلیاردها دلار پول در آن بازار جابجا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند. شما می دانید این بازار چیست؟ امروزه در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق‌العاده و مدرن ایجاد شده که پتانسیل درآمدزایی خارق‌العاده‌ای دارند. به عنوان مثال روزانه حجم مالی بازار بورس آمریکا تقریبا 100 میلیون دلار است که عدد سرسام‌آوری است و به راحتی میتوان اقتصاد چند کشور را زیر و رو کرد. اما بازارهای مالی انواع مختلفی دارند که همه آنها فوق‌العاده هستند و زندگی میلیون‌ها انسان را در طول تاریخ زیر و رو کردند. به برنامه فارکس چیست؟ همه چیز در مورد فارکس خیلی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت های ارزنده شما فراموش نشه دوستان، که ما به اونها خیلی احتیاج داریم. به طور کلی امروز دو نوع بازار مالی وجود دارد: بازارهای سنتی، بازارهای جدید و مشتقه. بازارهای سنتی کاملا مشخص هستند و در آمریکا بازار بورس و اوراق قرضه به عنوان بازار سنتی شناخته میشند و حجم بسیار زیادی دارند، در حدی که تقریبا تمامی مردم آمریکا در این بازارها سرمایه گذاری می کنند و پول زیادی رو جابجا می کنند. اما بازارهای نوظهور که بازار مشتقه نوعی از بازارها هستند چیستند و چگونه به وجود آمدند؟ بازار فارکس چیست؟ اگه براتون سوالی که بازار فارکس چیست و در بازار فارکس چه چیزهایی معامله میشه، حتما این فیلم خیلی به دردتون میخوره. سالیان دور و دراز که بازارهای بورس ایجاد شدند، سپس بعد از آن بازارهای آتی، CFD و فارکس از بازارهای سنتی الگو گرفتند و بازارهای جدیدی در دنیا به وجود آمد که امروزه همه اونها رو به عنوان بازار فارکس میشناسند. اما همه اینها فارکس نیستند. این یعنی چی؟ کارگزاری های فارکس انگامی که میخوان شرکت خودشون رو معرفی کنن میگن که ما کارگزاری فارکس هستیم و بعد تمامی جفت ارزها، سهام های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و هزاران دارایی دیگر رو داریم و شما میتوانید از اونها در معاملی که خودتون استفاده کنید. اینها تمام چیزی هست که شما می توانید در یک کارگزاری فارکس معامله کنید. اما الزاماً همه اینها بازار فارکس نیستند. بازار فارکس مخفف فورین اکسچنج یا تبادل ارز خارجی است که به صورت فارکس نوشته میشه. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف رو می تونیم در برابر هم معامله کنیم. برای مثال فرض کنید که 100 هزار یورو دارید و میخواید اون رو به دلار تبدیل کنید. در ازای هر یک یورو شما چقدر بهتون دلار میدن؟ بله، ما نیاز به یه نرخ تبدیل و یا اکسچنج ریت داریم. نرخ تبدیل یورو به دلار به شما میگه که در ازای هر یک یورویی که شما دارید، 1.13 دلار به شما تعلق میگیره. این بدان معنی که شما 100 هزار یورویتان میتواند با 113 هزار دلار تعویض بشه و اینه که بازار فارکس رو ایجاد میکنه. بازاری که شما میتونید در اون تمامی برابری ارزهای مختلف رو در برابر هم معامله کنید. در ادامه مختصری از اینکه فارکس چیست و چگونه میتونیم در اونها در معامله ازش استفاده کنیم، سود کنیم و ثروتمند بشیم رو خواهیم گفت. بله، به طور مختصر نفت، طلا، شاخص‌های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل دای جونز، نزدک و خیلی از بورس‌هایی که در آمریکا وجود دارند، کالاهای معاملاتی مثل مس، روی، نیکل، ذرت، گندم، آب پرتقال، برنج،
ارزهای دیجیتالی که امروز فوق‌العاده هستند و بسیاری مورد استقبال مردم واقع شدند و هزاران سهام ETF و اوراق قرضه و دارایی‌های دیگر، اینها در بازار فارکس مورد معامله هستند. این هم خیلی مختصر کوچیک از فارکس که براتون گفتیم. یعنی شما هر چیزی رو که خواستید معامله بکنید به صورت ارز و برابری ارز میتونید از فارکس استفاده بکنید. خیلی ممنونیم که در این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که روز به روز پولدار سر بشین. شب و روزگارتون خوش. سابسکرایب، لایک و کامنت فراموشتون نشه دوستان.